بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة جلسات تفسير آيات أحكام الرطري، البته جلسة 2021 بعد باشه. عناوین خیلی زیاده داشتیم و خصوصا همی یک دو جلسه گذشته عنوان داشتیم حد و زنا، در رابطه با حدود جلوتر صحبت کرده بودیم، در رابطه با حد و زنا آیات کریمه 1 تا 3 سوره مبارکه نور توضیح داده شد و بعد از آن آمدیم به کلمات مشکل، سبب نزول، احکام شرعی. از احکام شرعی هم 1 و 2 حکم خوانده بودیم. عقوبت زنا در صدر اسلام چطور بود؟ زنا در تمام ادیان، شرایع، در تمام نظام ها یک کار شنیع و زشت و بد است. در ابتدای اسلام عقوبتش کم تخفیف داشته و بالاخره برای کسی که محسن هست رجم و برای غیر محسن، برای مجرد، جلد، 100 ضرب شلاق تعیین شده است. ما هو حد البکر و حد المحسن، باز هم توضیح دادیم. هل یجمع بین الرجم و الجلد؟ حکم سوم، صفحه 256 درس این جلسه. آیا اگر کسی به طور مثال محسن بود، یعنی عروسی شده بود، زنی که شوهر داشت و مردی که زن داشت، اگر اینطور بودن و زنا کردن، آیا دولت و قاضی اینطور میکنه که هم اینها را رجم کند و هم شلاق بزند، هر دو را با هم جمع میکنه یا خیر؟ جمع بین رجم و جلد. اهل ظاهر میگویند واجب است، لازم است که زانی محسن هم شلاق زده بشه، اول 100 ضرب شلاق و بعد از آن رجم بشه و سنگسار بشه. یک روایت از امام احمد هم همینطور است. اما جمهور فقها بر این باورند که حد زانی محسن فقط رجم است. مذهب جمهور صحابه هم همین است، تابعین و فقهای بزرگ و روایت دیگر از امام احمد رحمت الله علیه نیز میگوشت. یک موضوعی که شما قطعا متوجه هستید، در خیلی از مسائل از امام احمد رحمت الله علیه 2 روایت است، حتی 3 روایت هم هست. برای تفصیل شما کتاب المغنی از ابن قدامه را نگاه. دلیل اهل ظاهر چی است که می گفتن هم رجم باشه و هم جلد باشه؟ دلیل اهل ظاهر کدام است؟ دلیل شانی است که فرموده الهی از زانیت و زانی الف لام برای جنس است و عموم را می‌رساند. جنس زناکار و یشمل جمیع زنا، تمام زناکارها را شامل می‌شود. به خود در فرموده الهی آمده در آیات قرآن و سنت به زیادت حکم در حق محسن آمده که همان رجم باشد. پس شلاق زدن بر اساس قرآن و سنگسار بر اساس سنت پیامبر، هر دو جمع میشون. این دلیل اولشان از آیت قرآن و از حدیث. دلیل دوم حدیث عباد ابن صامت که ثیب و به ثیب جلد و مع و رجم بالحجاره. این حدیث قبلا هم گذشته بود. اگر کسی زنا کرد و ثیب بود، یعنی محسن بود، عروسی شده بود، 100 ضرب شلاق میخورد و بعدا رجم میشه. همچنین دلیل سوم روایت از علی رضی الله عنه که شراحه اسدیه را از علی شلاق زدن و بعداً سنگسار هم کردن. صحابه اعتراض کردند که ای امیرالمومنین چرا این کار انجام دادی؟ گفت که جلدتها به کتاب الله و رجمتها به سنت رسول الله. شرح مانی الاثار طحاوی، او را بر اساس قرآن و بر اساس کتاب الله شلاق زدم و بر اساس سنت پیامبر سنگسار کردم. هر دو کار انجام دادم
خاطری که به قرآن و سنت هر دو عمل کرده باشه. این بود دلایل ظاهریه و یک روایت از امام احمد. دلایل جمهور کدام است؟ جمهور میگفتن جمع بین جلد و رجم صحیح نیست، درست نیست، یا شلاق زدن هست و یا سنگسار کردن هست، به دلیل روایت از صحیحین که شخص اعرابی کوچی بادیه‌نشین صحرانشین نزد رسول گرامی اسلام آمد و گفت ای پیامبر، تو را به الله قسم میدم که بر اساس قرآن بین ما فیصله کنی. طرف مقابلش هم گفت، طرف مقابل انسان داناتر و فقیهتر بود، گفت بله بین ما بر اساس قرآن فیصله کنی و اجازه بده که ما صحبت کنیم. پیامبر علیه السلام فرمودن بود، او شخص گفت فرزند من، پسر من نزد همین نفر مزدور بود، اسیر مزدور و با زنش دارم. بعدن مردم به ما گفتن که بر فرزند تو سنگسار است، بعد فرزند تو سنگسار شد. ما به خاطر ای که او را از سنگسار نجات بودم 100 تا گوسفند به این نفر دادم، و این نفری که با زنش دارم شده. بعدن آمدم از اهل علم پرسان کردم، اهل علم گفتن که بر فرزند تو 100 ضرب شلاق است و تقریب و آمین، 1 سال ترک کردن، اما زن ای باید سنگسار بشه. رسول گرامی اسلام فرمودن سوگند به ذاته که نفس و در دست او است، حتما بین شما بر اساس کتاب الله فیصله میکنه. آنچه که تو بی پرداختی گوسفند دادی و کنیز دادی، هرچی که دادی همه را رد میکنه، همه به تو برمیگردد و فرزند تو 100 ضرب شلاق میخوره و 1 سال تبعید میشود، ترک میشه. و بعدا به یک صحابی که اسمش اونیس بود به او گفتن اغدو یا اونیس الى ابراهیم هادا، ای اونیس برو نزد زن ازی، اگر اعتراف کرد او را سنگسار کن. اونیس رفت و زن اعتراف کرد، رسول گرامی اسلام فرمان دادن و او سنگسار شد. حالا در اینجا از 100 ضرب شلاق دیگه کسی صحبت نکرد. این طور نبوده که پیامبر علیه السلام گفته باشن اول زنش را 100 ضرب شلاق بزن، او را جلد بکن و بعدا رجم کن. نه، از جلد هیچ چه نگفت، اصلا ابدا صحبتی بیمیان نه. یک دلیل. دلیل دوم، فعل رسول گرامی اسلام در زمان پیامبر رجم شده است، مایز اسلمی رجم شده، غامدیه رجم شده است. هیچ یک از صحابه روایت نکردن که اول مایز اسلمی و غامدیه 100 ضرب شلاق خورده باشن و بعدا سنگسار شده باشن. اصل سوم، دلیل عقلی هم دارن جمهور. غرض از جلد زجر است، تأدیب است که طرف باز آید و تأدیب شود، دیگه ای کار نکن. و وقتی که ما حکم رجم و سنگسار او را صادر میکنیم، دیگه نیاز به تأدیب و نیاز به زجر و نیاز به شلاق نیست، چون مقصود برآورده نمیشه، انزجار برآورده نمیشه. این شخص سنگسار میشود، دیگه نیاز نیست که او اصلا تأدیب نمیشه، دیگه زنده نیست که از این کار باز. مثل که طرف غسل کند اول در دریا یا در نهر یا در جوی یا در همین شاورها هم غسل میکنند، خیلی زیاد آب مصرف میکنند، بعدا باز یک گوشهی بنشیند آفتابه برد دارد و وضو بگیره، دیگه چی نیاز است که وضو بگیره؟ بس وضو بعد از غسل مقیس علیه، یا غسل بعد از وضو مقیس علیه، وضو غسل با هم، و رجم و جلد مقیس، خصوصا وقتی که قیاس میاد کوشش کنیم که ارکان چهارگانه قیاس را تکمیل بکنیم. مقیس علیه کان را اصل هم میگه، مقیس کان را فرع هم میگه، علت جامعه و حکم که از اصل به فرع سرایت میکنه. چهارتون مقیس علیه، مقیس علت جامعه و حکم که از اصل به فرع سرایت. حالا دلایل ظاهریه، حدیث عباد ابن صامت اینها دلیل آوردن که ثیب و به ثیب جلد و مه و رگ من بل تجاره. این حدیث منسوخ است به فرموده رسول گرامی اسلام و به فعل ایشان که به اونیس گفتن برو ایزن را سنگسار کن،
و مائده اسلمی و قامدیه را هم سنگسار کردند. به گفتار و به فعل رسول گرامی منسوخ است که پیامبر جلد نکردن همراه سنگسار. و اما استدلال به عموم آیه کریمه از زانیت و از زانی، استدلال اهل ظاهر ما قبول ندارد. چرا؟ چون طوری که جمهور میگویند آیت کریمه مخصوص و ویژه باکره هست، بکر، چه دختری که هنوز شوهر ندیده باشد و چه پسری که هنوز زندار نشده باشد. ولی صد عام به دلیل خروج العبید و الامام منها غلام و کنیز هم از این آیه بیرون است. حیث ان حد العبد 50 جلد لا 100 جلد. حد غلام چقدر است؟ 50 ضربشان نخواست، 100 ضربه نیست. و فعل علی رضی الله عنه که شراحه اسدی را هم سنگسار کردن و هم شلاق زدن، یعنی اول شلاق می زدن بعد سنگسار می کردن، هذا رأی لا یقاوم مثابت صحیح عن رسول الله. این رأی هست که در برابر حدیث صحیح مقاومت کرده نمیتونه. برادر، ما مکلف به پیروی از قرآن و از پیامبر هستیم، مکلف به پیروی از کسی دیگر نمیباشیم. و احتمال داره که تعبیر بکنیم که بله، از علی فکر کرده بوده که این نفر شراحه اسدی که زنا کرده بوده مجرد است، بعدا او رو شلاق زد. بعدا که خبر شدن که مجرد نیست و متأهل بوده، او رو سنگسار هم کرد. یه امکان وجود داره، چنانکه جابر روایت میکنه که در زمان رسول گرامی اسلام هم همینطور یک موضوع اتفاق افتاد. اول شخص را حد زدن، صد ضربه شلاق، وقتی که معلوم شد که محسن بوده او را سنگسار کرد. راجح قول جمهور است به دلیل قوت ادلهشان و به دلیل ضعف دلائل ظاهری اهل ظاهر، پیروان داوود ظاهری و محمد ابن حزم زن. البته برای دانستن فقه اهل ظاهر به کتاب المحلا مراجعه، یک دکشنری و دایره المعارف است، کتاب خیلی قدیم. حکم چهارم، هل ينفى الزاني ويغرب من بلده؟ آیا زانی نفی می شود، تقریب می شود؟ یعنی چی؟ یعنی آیا اگر کس زنا کرد تبعید هم می شود؟ به طور مثال خدای نخواسته در هرات زنا کرده است، او را تبعید کنند به یک شهر دیگر. البته فعلا کشورها دیگه تبعیدی های هم دیگر قبول نمی کنند، به قندهار تبعید کنند، او را به کابل تبعید کنند، به بلخ یا به جای دیگر. امام ابو حنیفه بر این باور است که حد زانی بکر جلد هست و تقریب یعنی تبعید کردن از جزء حد نمی باشد، بلکه مفوض برای امام هست. حاکم هر طوری که فیصله کرد، اگر خواست تقریب کند و اگر خواست نکند. یعنی امام ابو حنیفه می فرماید که تقریب تعذیر هست، جزء اصل حد نیست. خیلی موضوع جالب و زیبایی هست. اما جمهور می گویند، جمهور در اینجا مالک و شافعی احمد است، که حد زانی بکر جلد هست، صد ضرب شلاق، و یک سال تبعید کردن هم هست. مثلا او را بفرستد به یک شهر دیگر تا یک سال آنجا باشد. دلایل احناف، امام ابو حنیفه به ظاهر آیه کریمه استدلال کرد. در اینجا از زانیت و زانی فجد دو کل واحد من هما 100 جلده، هر کدام را صد ضرب شلاق بزنید، کی گفته شده که تقریب هم بکنید؟ اصلا ابدا چنین چیزی نیست. و خبر الاحاد لا یقوی علی نسخ الکتاب، و خبر احاد قرآن را منسوخ کرده نمیتواند. این اصل احناف. و اگر نفی تبعید هم مشروع می بود، قرآن را منسوخ می کرد. و اگر نفی جز حد می بود، رسول گرامی اسلام توجیه دادن برای صحابه و آیه را تشریح میکردم که بله، جزء تقریب هم هست، تبعید هم هست و شما را متوجه بشید. دلیل دوم از دلال احناف،
استدلال کردن به حدیث اذا زنت الامتو هرگاه که نیز زنا کرد و زنایش آشکار شد او را جلد بزنه پنجاه ضربه شلاق و بر او خیلی سختی نکنه. ثم ان زنت فلیبیعها ولو بحبل من شعر، اگر یک بار دیگر زنا کرد مالک او را بفروشد ولو به یک تناب از موی، تناب از موی گوسفند. و دل الحدیث علی ان الجلد هو تمام الحال، از حدیث هم دانسته میشه که جلد با شلاق حد تمام میشه و تبعید کردن جزء حد نیست. دلیل سوم از دلایل احناف که میگفتن تبعید جزء حد نمی باشد، روایت از علی رضی الله عنه که گفت اذا زن البکران فانهما یولدان ولا ینفیان، اگر دختر و پسری که بکر هستند شادی شده نیستند زنا کردن شلاق میخورند و تبعید نمیشوند. چرا؟ چون تبعید اینها فتنه برای اینهاست. و کفا بالنفی فتنه، یک دختر جوان زنا کرده است، دختر 15-20 ساله، حالا این را تبعید میکنند، به کجا تبعید کنند؟ به کابل، به قطر، یک ولایت دیگری؟ آیا میشه که تمام فامیل برون با اینجا برون؟ و اگر این تنها برود خب باز اونجا صد بدبختی دیگه انجام میده. دلایل احناف دلایل خیلی قویی به نظر میرسه. بیاین به دلایل جمهور. جمهور میگن حدیث عباد ابن صامت که پیامبر فرمودن البکر بالبکر جلد و میه و تقریب هم و ثیب و جلد و میه و رایج، حدیث در صحیح مسلم است. دختر و پسری که عروسی شده نیستن اگر زنا کردن صد ضرب شلاق و تبعید یک سال، و اگر شادی شده بودن ثیب بودن عروسی شده محسن صد ضرب شلاق و رایج. یک دلیل. دلیل دوم از دلایل جمهور که میگفتن تبعید هم جزء حد است، داستان عسیف، عسیف کارگر همون مزدور که به با زن صاحب کار خود زنا کرده بود و که در آنجا پیامبر فرمودن علا ابن که جلد و میه و تقریب آمه، حدیث هم در صحیح نیست، بر فرزند تو ای است که سر زر بشالله بخورد با تا یک سال تبعید شد. دلیل سوم از دلایل جمهور و قد تکرر ذکر نفی فی قصه العسیف علی انه من الحد ولا مانع من الزیاد على حكم الآية بخبر الأحد، فقد أنزل الله الجلد قرآنا وبقي التقريب في البكر سنة. جمهور میگویند اگر حدیث صحیح بود ولو که خبر احد باشد زیادت به کتاب الله با آن صحیح است. حالا عنوان دیگری که رد داره، هل تقریب و یشمل المرأة، آیا تقریب شامل زن هم میشه؟ زن را هم ما میتونیم تقریب کنیم؟ تقریب به معنای تبعید، یعنی او را غریب ساختن، دور ساختن، یک شهر دیگری، کشور دیگری. جمهور می گفتن تقریب هم باید باشه. باز در بین خود یک خانه جنگی دارن، یک اختلافی. امام مالک، امام دارالهجره، عبدالرحمن الاوزاعی، فقیه بزرگ شام، می گوین که نفی تقریب و تبعید ویژه مرد است و زن تبعید نمی شود. اینها واجب تر میکنه. البکر بالبکر جلد و میه و تقریب هامه. شافی و امام احمد میگوید تبعید عام هست، زن و مرد هر دو را شامل میشه. آها، زن چطور تبعید بشه؟ به همراه محرم خود و اجرته علیها، مزدوری محرم بر همی زن میشه. مثلا محرمش در هرات کارمند هست، کارگر هست، روز 300-400 درآمد دارد، تا یک سال همین زنی که زنا کرده از مال میراث دارد یا از مهر دارد از هر چی که بدن شد تا یک سال روز 300 به همین مرد بده، به همین برادر خود یا به همین هر کس بده. و دلیلشان هم عموم احادیث است. بله، تقریب عام زن و مرد در اون احمد است و این مشهور مذهب شافی ها و حنبلی هاست. قال ابن کثیر رحمه الله، حافظ ابن کثیر در تفسیر خود القرآن العظیم میگوید ان الزانی لا یخلو اما یکون بکرا و هو الذی لم یتزوج او محسنا و هو الذی قد وطئ فی نکاح صحیح و حور البالغ. على کل حال در اینجا
من فکر میکنم که دلایل احناف قوی تر باشد. تقریب خصوصا برای زن نیست. باز هم شما تحقیق کنید. به معنی نیست که شما قول استاد بدون دلیل بپذیرید. قول احد من الناس بدون دلیل قبول نمی کنید. تقلید کورکورانه و تقلید اعما از کسی نمی کنید. هر کس که می خواهد. کل یؤخذ من کلامه او یرد الا صاحب هذا القبر. سخن هر کس یا قبول میشه و یا رد میشه. مقوله مشهور امام مالک است. مگر سخن صاحب این قبر که پیامبر علیه السلام باشد، گفته ایشان از طرف رب العزت و از طرف پروردگار است. کوشش کنید که اهل تحقیق باشید. حالا به این معنی نیست که در سمستر چهارم و پنجم شما مجتهدین بزرگی باشید مثل مالک و ابو حنیفه و شافعی. اما همین تلاش و همین فکر و چطور بگیم همین جرأت و همین بلند پروازی و همین طموحات را باید داشته باشید. طموحات به تا به خاطر اینکه انسان با تلاش و با زحمت به هر جایی میتواند خود را برسد و بعید نیست که ثرا به ثریا برسد. انسان مسلمان چطور است؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مسلمانان واقعی کسانی هستند که سخنان را میشنوند و بهترینش را قبول میکنند. لذا به این معنی نیست که شما تقلید ابو حنیفه و مالک و شافعی را ترک کردید باز به تقلید استاد رو بیارید. نه، حتما تلاش بکنید، زحمت بکشید و بالاخره خود را مطمئن کنید که آیت قرآن چی میگه و حدیث صحیح از ما چی میخواهد. اگر سوال استفسار داشتید با استاد در تماس بشین. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.